سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی. به یک بسته مهم خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. فیض‌الله جلالی رئیس مبارزه با حوادث ولایت میدان وردک میگوید که شب گذشته شمار تلفات سیلاب در میدان، جلرز، قار، سعید آباد، جغتو و چک در مرکز این ولایت به 22 تن افزایش یافته و 10 تن دیگر همچنان مفقود هستند. بیرون بود از بیرون کمیش دور میخورن سیل میگیرشو. همه لحظه سطر بکشتن یکم بومه. با گفته آقای جلالی صدها خانه در این مناطق به طور کامل و جزئی تخریب شده است. آقای جلالی افسوده است که بر اثر این سیلاب‌ها شاهراه کابل بامیان نیز در ساحات مربوط ولسوالی‌های میدان شهر مرکزی و جلرز بسته شده و تلاش‌ها برای بازگشایی آن آغاز شده است. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان وضع محدودیت بر اجرای مراسم ماه محرم و عاشورای حسینی توسط طالبان را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و انجام این عمل را بخشی از اقدامات طالبان در راستای تنوع زدایی از جامعه افغانستان و ناشی از افکار تندروانه و مداراگریز آن خوانده است. این جبهه افسوده است که به مبارزه با طالبان ادامه می دهند. در همین حال رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع افغانستان میگوید امارت اسلامی به عنوان یک حکومت مسئول قیوداتی را که وضع کرده به خاطر خیر و صلاح و تامین امنیت بهتر است. سید حسن فاضل گفته است که حکومت طالبان یک حکومت مشروع است و از تمامی اقدامات آن حمایت میکند. مردم واقعا از امنیت دو ساله راضی هستند. بخشی از این امنیت هم ما شاهد بودیم در دو محرم، در دو دهه محرم. از سوی هم بیش از 57 میلیون افغانی اواید در ولایت دایکندی جمع‌آوری شده است. مسئولان اداره مستوفیت ولایت دایکندی میگویند که در طول سال جدید حدود بیش از 57 میلیون افغانی اواید جمع‌آوری شده است. هزارها در دایکندی اما میگویند که کمک‌های مربوط به این ولایت به ولایت‌های دیگر فرستاده می‌شوند، اما فشارها و مالیات بر مردم به شدت افزایش یافته است. آنان از طالبان انتقاد کرده و میگویند که طالبان به حقوق هزارها احترام قائل نیستند و از جابجایی آنها در ادارات جلوگیری میکنند. همزمان با این، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی در آغاز برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که امارت اسلامی با در نظر داشت اصول اسلامی پشتیبان کامل آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان است. با گفته آقای کریمی در صورتی که رسانه‌ها مطابق قوانین و مقررات یک نظام آزاد و مستقل فعالیت‌هایشان را منسجم بسازند، امارت اسلامی پشتیبان و همکار رسانه‌ها خواهد بود. جمعی از خبرنگاران از ایجاد محدودیت‌ها شکایت دارند و می‌گویند که نمی‌توانند تا آزادانه به نشر اخبار و گزارش‌ها بپردازند. در همین حال مؤسسه تحقیقات صلح اسلو در گزارش تازه‌اش گفته است که ایالات متحده آمریکا از اساسی‌ترین موقفش در برابر افغانستان که حفاظت از یک دولت دموکرات و منظم سیاسی که از سال 2001 پشتیبان آن بود روگشتاند و به خروج نظامیش اولویت داد. در این گزارش که در آن به معاهده دوحه و خروج نیروهای خارجی از افغانستان پرداخته شده، آمده است که ایالات متحده به گونه مستقیم وارد گفتگو با طالبان شد و مقام‌های حکومت آن وقت که متکی و پشتیبانی بین‌المللی بودند را شامل این روند نساخت. همزمان با این، مسئولان محلی طالبان در پروان میگویند که یک پسر 16 ساله با شلیک تفنگ شکاری در این ولایت خودکشی کرد. محمد کامران زید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان میگوید که این رویداد شنبه شب 31 سرطان در روستای فرنجل ولسوالی سیاهگرد این ولایت رخ داده است. هرچند علت و انگیزه این رویداد مشخص نیست، اما منابع میگویند که این پسر از نوع بیماری روانی رنج می برد.
همچنین عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در آغاز برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید که امارت اسلامی خود را وابسته به کمک‌های بشر دوستانه نمی‌داند، با وجودی که خواهان تعامل و روابط نیک با جامعه جهانی است. به گفته نظری، با اینکه هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما امارت اسلامی عملاً با همه کشورها در تعامل است. در همین حال دکتر میرویس آبدی مسئول بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات میگوید که در ماه جوزا 442 طفل مصاب به بیماری اسهال و استفراغ و 534 کودک مبتلا به بیماری تب بالا و عفونت خونی در این شفاخانه تحت درمان قرار گرفتند. از سوی هم محمد رضا سفری مشتزن نوجوان افغان که عضو تیم ملی بوکس نوجوانان بریتانیاست، روز گذشته برابر حریف گرجستانیش پیروز شد. این مسابقه در وزن 50 کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی مشتزنی نوجوانان اروپا در رومانیا برگزار شد و سفری پس از 3 راوند با امتیاز داوران برنده این مسابقه اعلام شد. همچنین نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات میگوید که با آمدن طالبان صادرات افغانستان به کشورهای دیگر افزایش یافته و دیروز برای نخستین بار نوشابه‌های آب انار از ولایت هرات از طریق بندر کراچی به آمریکا صادر گردید. آمدن امارت اسلامی افغانستان صادرات افزایش یافته و در این قسمت دیروز ما شاهد این بودیم که محموله از نوشابه آب انار. در همین حال مسئولان محلی طالبان در فراه میگویند که مؤسسه هماهنگی کمک‌های انسانی برای 184 خانواده نیازمند در این ولایت پول نقد کمک کرده است. عبدالناصر نورانی ولسوال پشترود این ولایت روز شنبه 31 سرطان گفته که برای هر خانواده مبلغ 47700 افغانی پول نقد توزیع شده است. از سوی هم منابع رسانه‌ای روز یک شنبه اول اسد گزارش دادند که بر اثر حملات اخیر روسیه به اودسا، چهارمین شهر بزرگ اوکراین، یک تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. شورای شهر اودسا هم گفته که کلیسای جامع تاریخی این شهر در این حملات آسیب دیده است. مسکو از روز دوشنبه که پایان قراردادی بود که به اوکراین اجازه صادرات غلات از طریق دریای سیاه را می‌داد، تقریباً به صورت مداوم به بندر اودسا حمله کرده است. فرماندهی نظامی جنوب اوکراین اعلام کرده که روسیه منطقه اودسا را با حداقل 5 نوع موشک مختلف هدف قرار داده است. مسکو از زمان خروج از توافقنامه صادرات غلات اوکراین که مورد حمایت سازمان ملل بود، حملات خود را به این شهر بندری تشدید کرده است و اوکراین نیز این کشور را به هدف قرار دادن ذخایر غلات و زیرساخت‌های حیاتی این توافق متهم کرده است. به گفته مقامات اوکراینی در حملات این هفته حدود 60,000 تن غلات نابود شده است. همچنین حکومت نظامی میانمار از مجسمه مرمری 5300 تنی بودا در پایتخت این کشور رونمایی کرد. در ساخت این مجسمه بودا حدود 20,000 تن سنگ مرمر استفاده شده است. رسانه‌های محلی گفتند که این بزرگترین و مرتفع‌ترین مجسمه مرمری نشسته بودا در جهان است. همزمان با این روزنامه دیلی تایمز پاکستان میگوید که برخلاف تنش‌های اخیر بین طالبان و اسلام آباد در پیوند به حضور جنگجویان TTP در خاک افغانستان، گفته است که هنوز رابطه عاشقانه بین طالبان افغانستان و پاکستانی وجود دارد. از سوی هم منابعی در وزارت خارجه انگلیس میگویند که وزیر خارجه این کشور در پی غیبت یک ماهه وزیر خارجه چین در انظار عمومی سفر برنامه ریزی شده خود به پکن را لغو کرده است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته است آخرین باری که کینگ کانگ وزیر خارجه چین در انظار عمومی دیده شد در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه در 25 جون بود. دوستان عزیز، با پایان این سرویس خبری رسیدیم. تا سرویس خبری دیگر، بدرود.